علیکم دوستان عزیز، امیدوار هستم که همتان جور و صحتمند و سر حال باشین و شما را خوش آمدید میگم با درس جدیدی فیزیکتان. درس امروز ما شما در فیزیک در مورد ارقام با اهمیت است که خیلی ها در کنکور ازی بسیار زیاد سوال آمده. سوالی که ما در داخل درس امروز کار میکنم و یا شما که سوالی که در فارم بعدی سوالا مواجه میشوین همیشه کار بکنین تا باشه با درسای کنکور یا با امتحان کنکور آماده شدید. یکی موضوع دومی که اجتماعیتتان چیزایی که تقسیم اوقاتی که ما به شما در صفحات خود مندرج ساختیم از او استفاده بکنین و از او مسائل کار بگیرین که هم به مکتب آماده شوید و هم به درسای کنکورتان. و فراموشتان نشه که امتحان چهاری ماه شما شاید ده سالانه یک جای گرفته شوه و صد نمره گرفته شوه. پلان به می ترتیب است، ببینیم که توکل به خدا چی مسئله پیش خواهد شد، چی موضوع پیش می او رو دیگه خداوند پاک می فهمه. من برای درس جدید خود عبارت است اندازه گیری است. اندازه گیری چی است؟ چی مسئله داره؟ تعریف اندازه گیری چی است؟ ما اندازه گیری چطور می تونیم تعریف بکنیم؟ مقیاس یک کمیت با واحد مربوطش. اگر ما شما یک کمیت با واحد مربوطش بیان میکنیم اینه میره اندازه گیری میگن. برای اندازه گیری سه موضوع مورد مطالعه است. کدام کدام است؟ مشخص نمودن کمیت مورد نظر. ما شما باید اون کمیتی که از اندازه گیری وقتی که استفاده میکنیم باید اون کمیت خود مشخص بکنیم. دو، انتخاب واحد مناسب آن کمیت. یک واحد مناسب باید برش انتخاب بکنیم که به کمیت خود، البته به خاطر از اینکه همه مردم با او بلدت کامل داشته باشه. سه، مقیاس کمیت با واحدش. خود کمیت با واحد بتانیم مقایسه قرار بدیم. من بالا عنوان بعدی عبارت از دقت اندازه گیری است. دقت اندازه گیری چی است؟ کمترین حدی که با وسیله اندازه گیری میتونه مشخص شوه و رمو دقت اندازه گیری است. فرض کن ما شما یک خط کش داریم، کمترین واحدی که در اینجا مورد بس خود قرار میگیره یا وجود داره و نمور دقت اندازه گیری میگه. فرض کن خط کش ما شما یا یک خط کش به اساس میلیمتر ترتیب شده، اینمی دقت ما شما به اساس میلیمتر دیگه محاسبه میکنیم. دقت اندازه گیری به دو عامل بستگی داره. یکی دقتی که دقت شخص است که شخص چه قسم دقت میتنه، یعنی دیگه دقت به وسیله اندازه گیری است. وسیله اندازه گیری است، بباشین اینجا وسیله است. یکی خو دقت اندازه گیری به دو کمیت ارتباط داره، شب دو عامل، یکی دقت شخص که شخص چقدر دقت میکنه و دیگه دقت وسیله اندازه گیری. خود وسیله میتونه که دقت بکنه و یا خیر، آیا وسیله قدر پیشرفته تر است که بتونه مو قسمت های بسیار باری کم اندازه گیری بکنه و در اندازه شامل بکنه. از این خاطر ایره باید ما در نظر بگیریم. من بالای رقم مشکوک. رقم مشکوک چی را میگن؟ رقمی که در اندازه گیری به اساس عدس تخمین میشه، یعنی فکر ما شما تخمین میکنیم، اونم اون رقم مشکوک میگن. راسترین عدد در اندازه گیری را امون رقم مشکوک میگن. اگر کسی گفت که کدام عدد میتونی رقم مشکوک بگوی، راسترین رقمی که در اندازه گیری میگه اونم اون رقم رقم مشکوک است. توسط اینی علامه که در خطک است، توسط اینی علامه خطک نشان داده میشه. فرض کنم شما میگیم 35.8. این چی مونا میته؟ فرض کن اگر ما شما خطکش داشته باشیم و در خطکش ما شما کوچکتر از یک سانتی ره، کوچکتر از یک سانتی نتانه محاسبه بکنه، بنان ایناله ما مشکوک شدیم چون که کوچکتر از یک سانتی در خطکش شما محاسبه نمیشه. بنان 8.8 خو کوچک است، یک سانتی دیگه اگر 8 پوینتکی مد نظر بگیریم وجود نداره، توکلکی گرفته شده، بنان در سرش خطک میتیم، اینمی مانای رقم مشکوک میده. من بالا عنوان جدید که خیلی عادت کنکور از عنوان سوال آمده، ارقام با اهمیت شماره 1. تمام ارقام خلاف صفر با اهمیت هستن. تمام ارقام او عددی که صفر نیست و با اهمیت است. مثال 3027 چند رقم با اهمیت داره؟ با اهمیت و بارزش یک مانا داره که جو اشتباه نکنین. میبینیم که صفر دبای صفرا نیستن، کلش عدد هستن و
سفرا اگر در بین باشه خوب بارزش است دیگه، سفرایی که طرف راست است اونو دیگه مسئله جداست. اناره ارقامی است که خلاف صفر است، چند رقم است؟ 1, 2, 3, 4 رقم است، به نام 4 رقم با اهمیت است. کنکور زیاد سوال از آمده. موضوع دوم، سفرایی که در بین ارقام با اهمیت قرار داشته باشه نیز با اهمیت است، موضوعی که قبلا اشاره کردم. سفرایی که در بین اعداد می و باز بارزش است. اناره فرض کنم شما مثال داریم 6003، سفرایی که در بین اعداد قرار داره او بارزش است، خبنان 4 رقم بارزش داره، 1, 2, 3, 4 رقم با اهمیت داره. اما سفرایی که فرزن در یک طرف راست نشته شده باشه، فرزن 6300 سفرایش طرف راست نشته شده، یاد که باز با ارقام با اهمیت نیست، به خاطر که مو ارقام با اهمیت او رو ارقام را میگیم که خلاف صفر است و یا او صفری که در بین اعداد باشه اونو با اهمیت است. اینا صفر نه در بین اعداد است و نه در بین اعداد هم نیست و اینا از این خاطر دو عدد را شما به نظر میگیریم که خلاف صفر است و یکی 6 است یکی 3 است، بنان در اینی عدد دو رقم با اهمیت است. بخش سوم، شماره سوم چی است؟ در عدد اعشاری صفرایی که در سمت چپ ارقام خلاف صفر قرار داره فاقد ارزش هستند، یعنی ارزش نداره فاقد است. با ساده تر میگم، در مثال فرزن 0602، صفرایی که در سمت چپ ارقام خلاف صفر، یعنی دو ارقام خلاف صفر نیست، از رقم خلاف صفر است، صفرایی که در طرف سمت چپش میه اینیا فاقد ارزش است، یعنی ارزش نداره. خیناله در 0002 و عدد را میگیریم که اون عدد را مد نظر میگیریم که صفر نیست دیگه، یعنی این طرف از صفر این یاد ارزش نداره، این سه تا یا فاقد ارزش شدن. ایناله چند رقم بارزش داره؟ این یک عدد است، این یک رقم ارزش مند است. دیگه مثلا خواد کار کنیم. موضوع چهارم، در موضوع چهارم در اعداد اشاری صفرها در طرف راست ارقام خلاف صفر قرار دارن. بله، در ارقام در اعداد اشاری صفرها در طرف راست ارقام خلاف صفر، یعنی طرف راست او صفرهایی که در راست اعداد قرار داره با اهمیت تلقی شده، زیرا آنها دقت آله اندازه‌گیری را تعیین میکنه. وای چی موضوعی را اشاره کنه؟ سعی کنید 78.9 0. اگر ما شما در ریاضی باشه میگیم که بعد از اشاری صفر مانا نداره، اما در ارقام بارزش مانا داره. چرا مانا داره؟ شاگرد گرامی به خاطر مانا داره که در این مثال که ما خودت میبینیم گفتیم که صفرایی که در ختم اشاریه عدد است، بعد از عدد طرف راست صفر ها باشه و بارزش است، خیلال ای 4 رقم بارزش داره. چرا 4 رقم بارزش داره؟ 1, 2, 3, 4 به خاطر از اینکه این صفر دقت عالی اندازه‌گیری ما شما را مشخص میکنه، از این خاطر میگیم که این صفر ما نداره، بنان 4 رقم چی است؟ ارزشمند داره. میایم برای شماره پنجم. شماره پنجم ما شما در ارقام با اهمیت یا بارزش چپترین رقم بارزشترین رقم دیده. اینه فرض کن در یک عدد داده 237.928 میگه با ارزشترین رقمش رو نشان بده. خیلی ما شما چپترین رقم کدام عدد از دوسته؟ این می عدد دوی ما شما بارزشترین رقم است. چپترین عدد ما کدام بود؟ دوی. خیلی عدد دوی ما شما بارزشترین رقم این می رقم است. شماره ششم چی موضوع داره؟ اگر عدد اشاری باشه راستترین رقم کم ارزشترین رقم می باشه. بله، این حال عدد اشاری داره است 83.359 یا 859 بارزشترینش، طبعا شما میگین که در شماره پنجم خواندیم او عدد بارزشترینش 8 است، اما کم ارزشترین طرف راستترین 9 طرف راستترین است، عدد 9 کم ارزشترین رقم است. من بالای شماره هفتم، شماره هفتم چی موضوع داره؟ اگر علامه اشاری نباشه راستترین رقم خلاف صفر کم ارزشترین رقم است. فرض کن میگه اشاریه فعلا نداری، کم ارزشترین رقم پیدا کن. یا مثال داده 2900 کم ارزشترین رقم پیدا کن. او عدد را میگیریم که بعد قبل از صفر ها اینجا صفر ها صفر را بان امو عدد کامت اونمو کم ارزشترین است. کدام عدد آمد؟ 9. خیلی می 9 کامت اینه می عدد کم ارزشترین رقم است. میمیم سر شماره 8. اگر امی عدد 2900
ما شما را علم یاداد کنیم. اشاریه در قسمت راستش است، ببخشید در ختم صفر که ختم شو اشاریه است، اشاریه را بین دو نو باریم، چون اشاریه از راست آمده، در به اندازه خانه اشاری کاوردیم، بنمای مثبت بالا میکنیم، میشه 2.9 ضرب 2 توان 3. ایران دیجه چه رقم بارزش است؟ صفر دیگه مانا نداره، دوم بارزش است، نو میگیم، دو رقم ارزشمند داره. کم ارزشترین رقم چند است؟ گفتیم که در طرف اشاریه که ختم شد، اونمو عددی که آمده بعد از اشاریه اینال نوز، اینمی نو، کم ارزشترین رقمش باز چند است؟ نوز. به اینجا ما شما در مثال بالا که کار کردیم نو بود، نه کم ارزشترینش نو بود. اینال به این صورت هم دو رقم ارزشمند داره که دو نوز و صفرار دیگه باز مد نظر نمیگیریم، چون 2.9 آمده، اینمی 2.9 دو رقم ارزشمند میشه و کم ارزشترین رقمش باز چند است؟ بعد از اشاریه می نو آمده، کم ارزشترین رقمش هم نوست. شماره نوام، رقم مشکوک نیز شامل ارقام با اهمیت میشه. اینال مثال داده 16.84 بالای 4 علامه متوالی آمده، این خطک در فیزیک نشاندنده علامه مشکوک میته، یعنی که باید بخاطر باشه که دقت علیه اندازه گیری نشان میده. اینا ایران در ارقام بارزش ما میتونیم حساب کنیم، 1, 2, 3, 4 رقمی چی داریم؟ بارزش داریم. نهیم بالای مثال هایی که در فرمای کنکور آمده، چند مثال شما اینجا نشته کنیم. در عدد 0.00562 بارزش ترین رقم چپ، اینا رو وقتی که عدد اشاریه دار بود، این صفرا خود طرف های چپ، اینی صفرا مانا نداره، فاقد ارزش است. بارزشترین رقم چپترین است، 5 بارزشترین رقم است. جواب چند رو میگیریم؟ جواب 30 رو میگیریم، 5 بارزشترین رقم است. سوال بعدی، بارزشترین رقم در عدد 0.00457 پیدا کنیم. بارزشترین رقم صفرایی که در طرف چپ قرار داره، این یا فاقد ارزش است، چپترین عدد چند است؟ 4 است. خیلی ارزشمندترین رقم، بارزشترین رقم در یه اعداد کدام عدد است؟ 4 است. 4 در 4 جواب ما جواب دی میره. مثال بعدی، در عدد 17500 کم ارزشترین رقم کدام است؟ این مثال رو چطور خود کردیم؟ صفرهایی که طرف راست قرار داره در خط معداد، او خوب با اهمیت نیست. تنها ارقام با اهمیتش اگه ما بخواییم پیدا کنیم در این مثال، 3 رقم با اهمیت داره، 1, 2, 3. این دوتا با اهمیت نمیشه، این دوتا صفر با اهمیت نمیشه. اعدادش که بخاطر که بیده عدد بدون اشاریه است، صفرها در جمع با اهمیت نمیشه، 3 رقم با اهمیت داره که 1 و 7 و 5 است. اینال از ما و شما کم ارزشترین رقم خواسته. در این صورتی که عدد اشاریه دار نباشه، کم ارزشترین رقم راستترین رقم خلاف صفر، اینی 5 است. خب و عدد عبارت از چند است؟ 5 است. جا به ایره میگیریم، جا به ما و شما هم است 5، که اینمی 5 در این عدد کم ارزشترین رقم است. من بالای مثال بعدی، مثال بعدی ما و شما است، اگر یک طولی سیم هر چیزی که از فرزن 17.5 متر باشد، تعداد ارقام ارزشمند، کل تعداد ارقام ارزشمند چند است؟ خب بسیار ساده است، ما شما پیش خواندیم که رقم مشکوکم در جمع ارقام ارزشمند مه چه رقم است؟ 1, 2, 3 بنا 3 رقم است. 3 رقم قابل ارزش، ارقام ارزشمند داریم، جواب چند میگیریم؟ جواب 3 میگیریم که 3 نشته است. مثال بعدی، 0.00043 یا 43 متر، تعداد ارقام بارزشش چند است؟ ارقام بارزشش گفته، تعداد ارقام، چه ارقام بارزش داره، نگفته که ارزشمندترینش پیدا کو یا کم ارزشمندترینش، گفته که ارقام بارزشش پیدا کو چقدر است. صفرایی که طرف چپ قرار داره در عدد اشاره دار مانا نداره، این نیست، صفر فاقد ارزش است. ارزشمندترینش دو رقم است که 1 و 4 است و 1 و 3 است. اینی دوتا عرض بارزش است. همون شما تعداد ارقام ارزش شد، جواب 30 میگیریم که چند نشته است؟ دو نشته است و همی دو رقم قابل ارزش داره. مثال بعدی، در عدد 1.0043 تعداد ارقام بارزش، صفرهایی که در بین اشاریه و عدد با شمانا داره، اینال حساب میکنیم، 2, 3, 4, 5 رقم چی داره؟ بارزش داره. بیزی جواب 5 نشته است، تعداد ارقام بارزشش یا با اهمیتش 5 رقم است. بخاطر خلاصازی
درستان که شما درست یاد بگیرین. ما شرطی یک جای چیزی براتان جور کردیم از این زیادتر استفاده کنیم به خاطر کنکور تان. از این که شما رو وار ما تشریح کردم به خاطر از این که در کتاب فیزیکی صنف ده بود، وار به خاطر از این که ساده تر یاد بگیرین، جامع تر یاد بگیرین، این موضوع رو دقت بکنین. مثال اول عدد میای فرزن 1, 2, 3, 4, 5 2,99,000. خوب است، در این مثال ارزشمندترین رقم چند است؟ اگر اتو یک عدد باشه تیر زدیم برتان، ارزشمندترین رقم ازی دوسته، ارزشمندترین رقم این دو رو میبینی، اینمی دو هر چیزی که در طرف چپ آماده اینمی ارزشمندترین رقمش است، ارزشمندترین رقمش دوست. ایناله چند رقم بارزش داره؟ چند رقم بارزش؟ صفرهایی که در طرف راست است معنا نداره، این سه خانه دو نو 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 سه رقم چی است قابل ارزش داره. و ها در این عدد کم ارزش منترین رقمش کدام است؟ عددی که طرف راست ختم میشه بغیر از صفرها این نو است دیگه، خیلی نو کم ارزش منترین رقم است. میم در مثال بعدی، اگر مثال اشاریه دار باشه چگونه میتونیم که تشخیص بدیم؟ فرضاً از 0.00425 در این مثال، این صفرهایی که سه صفری که در هیچ یا فاقد ارزش است، چپترین رقم خلاف صفر اون مو ارزشمندترین است، چهار آمده اینمی ارزشمندترین رقم است، چهار ارزشمندترین رقم است. چند رقم قابل ارزش داریم بدون صفرها؟ صفرهایی که در بین عدد است و هم حساب میشه 1, 2, 3, 4 چهار رقم قابل ارزش داریم. دمی مثال کم ارزشمندترین رقم چند است؟ راستترین رقم خلاف صفر که 5 است، اینمی کم ارزشمندترین رقم 5 است. کم ارزشمندترین رقم چند است؟ 5 است. 5 کم ارزشمندترین رقم است که در مثالا کار بکنین که فراموشتان نشه. مثال بعدی، در این موضوع ساده یاد بگیرین، نشته 3000 یک موضوع، ببخشین 3000 نشته است، کم ارزشمندترین رقمت نداره به خاطر که یک خانه است. میبینی؟ بنان اگر ما کم ارزش کنیم دیگه چیز نمیمونه. کم ارزشمندترین رقم ما شما که نیست، به این مثال میگیم کم ارزشمندترین رقم نداره، یکی. خب بس ارزشمندترین رقمش چند است؟ ارزشمندترین رقمش هم 3 است. ارزشمندترینش هم ارزشمندترین رقمش چند است؟ ارزشمندترین رقمش 3 است. اینی سی رو میبینی؟ ارزشمندترین با ارزشترین رقمش اینه میسه است. چند تا قابل ارزش داره؟ ما شما گفتیم که صفرهایی که در فراس با شما آنها نمیته قابل ارزشش یک دانه است که وام چند است؟ 3 است. ای بود قابل ارزش است که قابل ارزش در یه عدد این یکی است که 3 است. امید که می خلاص سه عدد که ما شما یک شد دو تا سه تا را کار کردیم درستر فهمیده باشین و این خلاص لوب لواب کل درستان بود که در این مثالا بسیار بساده به شما آماده شده و یار یاد بگیرین در فرمای کنکور از این میتونین که بسادگی استفاده کرده و جواب پیدا بکنین. شاگردان گرانقدر، این بود درس امروزی ما شما که خیلی درس مهم است و زیادتر فرما در بخش علوم طبیعی فیزیک زیاد سوال از آمده، ما در زیادتر سوال ها در زیادتر فرما در به این سوال ها روبرو میشم و شما کوشش کنین چیزایی که ما تدریس کردم همیشه در ورق کار بکنین چندین مرتبه تا خوبتر در مغزتان جانشین شوه. تشکر از این که تا به فعل حال ویدیو را تعقیب کردین و دیدین، جهان سپاس. به خاطر بهبود وضع درسی شما هر کار از دستم ساخته باشه در درس برتان اجرا خواهم کرد و هیچ وقت غفلت نخواهم کرد. بنان دوستان عزیز، شما بخش اجتماعیتان همیشه تعقیب بکنین و ویدیو را هم تعقیب بکنین، با دوستان خود ویدیو را به نشر برسانین یا لینکش را روان بکنین که هم ببینه، چون یک کار خیریه است و در کار خیریه میشه که از شما و هم استفاده بکنه. دوستان عزیز، اگر کوالیتی زمانی که شما ویدیو را میبینین کوالیتی ضعیف است، سه نقطه که در طرف راست امو صفحه قرار داره بالایزو کلک کنین، کوالیتی نشته است، میتونین که کوالیتی بالاتر انتخاب بکنین و ویدیو را
با کوالیتی بلندتر ببینین. و اگر دانلود میکنین بعد از او بسیار خوب و خوب میشه و میشه که با دوستایتان که انترنت نداره با وادا فلاش بتین تا وا از طریق فلاش در کمپیوتر خود ببینه، و یا هم دانلود بکنین با خود ذخیره بکنین ازش استفاده بکنین. تشکر از همتان، وقت خوش، خداحافظ، موفق باشین.